السلام علیکم مردمی سرولند و سعادتمند وادی زرخیز فرغانه، اینک در نوار با خبر و رویدادهای آخرین راست بخش خبری پیامی روز تلویزیون ساخت در استودیو با شما جواهر غنی جانم. صاحبکاری در محله سری بازارچه ناحیه ساخت تا رفت رواج می‌یابد. در محله ای مذکور کارخانه دوزندگی تشکیل کرده شده برای 15 نفر زنان و دختران جای کاری دائمی آفریده شد. تفصیلات پر در لوحه اولین ما. محله سری بازارچه در حدود سکتور دویومی ناحیه سوخ جایگیر شده، شماره اهالیش به حالت 1 ینوار سال روان 2202 نفر را تشکیل می‌دهد. درایور یعنی نقطه نشونمای محله این چارواداری و کشاورزی بوده، سالهای آخر صاحبکاری نیز خیلی رواج یافته ایستاده است. در محله در ترکیب جمعیت مسئولیتش محدود آمد حکمت پیروجان فابریکه خردی دوزندگی براه مانده شده، امروز برای بچه‌های خردسال سر و لباس خوش صفت و نسبتاً ارزان آماده کرده می‌شود. تکستل شده شد. کارخانه ما نومش آمد حکمت پیروجان امچزه. با این زنکای با این کارها تامین کردم. 12 نفر زنکا کار کرسیه. دفتر زنها و 50 نفر آورده بودم. اینش 10 نفرشون دائمی جای کار کتی بند کرده شد. سر و لباس بچگانه که در این کارخانه تیار کرده می شود خیلی خوش صفت بوده، حتی به طلب صادرات نیز جوابگو می باشد. در نظر است که محصولاتی در این کارخانه استحصال شده به فدراسیون روسیه صادرات کرده شود. به غیر از این، با توصیه یاوری حاکم در محله مذکور به یکی از شهروندان قیومجان ارگاشف کردیت امتیازناک جدا کرده شد و او در خاندان خود گرمخانه بنیاد کرده پرورش میوه های سیتروسی و پالیزی را به راه مانده است. برای گرفتن درآمد علاوهگی قیومجان ارگاشف از حساب مبلغ خود زیاده از 35 عدد گوسفند خریده پرورش آن را نیز به راه ماند. طبق معلومات یاوری حاکم در محله مذکور رشادجان انامجانف، در محله سری بازارچه شماره آنهایی که رسما بیکار دانسته شدند 146 نفر بوده، در چاریک اول سال روان 97 نفر آنها به کار تامین کرده شدند. از جمله 65 نفرشان به کار دائمی، 27 نفرشان خود را بند کردند و 5 نفرشان به آموختن کسب و هنر جلب کرده شدند. به غیر از این، با تشبث سرور جوانان محله و همجهتی کارمندان محلهمان در بودجه تشبثناک لایحه ما غالب دانسته شده، به عوض 700 میلیون سوم در حدود دبستان محله میدانچه مینی فوتبال برپا کرده شد، گفت رئیس محله ولی جان ارگاشف. این نتیجه خوب براه مانده شدن همکاری کارمندان محله، جوانان و ماموریت مکتب رقمی 29 می باشد. آبادی دیار در هر دهه بواسطه با همکاری آیله، محله و مکتب وابستگی دارد، چونکه در دهه، در محله و آیله همکاری براه مانده شود، در همان جا پیشروی هم دیده می شود. در دهه سر بزرگچه مکتب رقم 29 جایگیر شده است که در مکتب سال گذشته با یک جایگی آیله محله در لایحه تشبثکار اهل محله فعال اشتراک کرد که در نتیجه برای خوانندگان مکتب و اهل جوانان محله با حجم 242 استادیونی زمانوی ساخته شد. بغیر از این، برای دائمی با قوه برق تامین کردن بطری افتابی نیز در مکتب با مقدار 10 کیلووات ساخته شد که این از غمخوری یا که لایحه تشبثکار که در مملکت ما براه مانده شد، هر یک مؤسسه، هر یک دهه برای کمبودی همون دهه مکتب رو انکار کرده، برطرف کردن. خودی محل، خودی مکتب، خودی آموزگاران در یک جا حرکت کنند، نتیجه خوب میبخشد. در یک وقت همین رو قید کردم، لازم است که در مکتب ماندم به نهایت خودی آموزگاران، کارگران تکنیکی و مدیر خواجگی در اساس ریزه برای آبادانی مکتب همکار میکنند که من در قسم درآمدگاه برای انگور و 160 سیب و 60 زردالو و قریب 3000 کلتک سفیدور هم در مکتب سبزانده شد که این بواسطه نتیجه محنتی کارگران تکنیکی مکتب میشد. من باوری دارم که در آینده نزدیک در مکتبانده از همین موجود بودگی 800 که زمین که در همین مکتب موجود است در آمد گرفتن و بغیر از این از سیپایی که با میوه در آمد همش با مقصدی با مکتب غمخوری کردن، گرفتن در آمدی الوگی و غمخوری نموندن با اومن در دیه در خوانندگان. من از سیپو هم چکل شکل در آده شد خواننده ها بیند تربیه محنتی میگرد، همین خیل درخت به اعتبار تیدگر خونه شندم اعتبار تیدگر آینده خودی خواننده ها اویلدار میشن، در نتیجه
از وای درآمد گرفتم به میآموزم، چونکی مهنت دائمو نتیجه ثمره خوب میده. از اون رو از نام کلی آموزگاران مکتب با اهری هفکونی که محله سر بزرگچه میناداری خیشو بیان میکنم که دائمو با مکتب همکاری نموده بهره گرفتنی پیچیده جنایتچگی بلند برداشتن صفت تعلیم با ما همکاری میکنه. در محله با 43 نفر شهروندان بیکار در اساس قرار پرزیدنت مملکت به مدت دراز 15 ساعتگی زمین جدا کرده شد و امروز آنها از هر یک وجب زمین ثمرناک استفاده برده زندگی خود را پیش میبرند. به حالت 3 ماهی سال روان در محله جنایت صادر نشده است و این بیواسطه نتیجه در همجهتی فعالیت بردن ناظر پرفیلکتیکی و دیگر خادمان محله میباشد. در یکی از خواجگی های فرمری بسیار ساحه حدود سکتور یکمی ناحیه سوخ در موضع بلند برداشتن اقتدار صادرات ناحیه با اشتراک نمایندگان ساحه کشاورزی مشورت عملی تشکیل کرده شد. تفصیلاتی پورا در گزارش مخبرمان انور جان جورایف. ساحه خواجگی قشلاق اساسی اقتصادی ناحیه مان به حساب می رود. از آنکه ناحیه مان حدود کشاورزی به حساب می رود، در راه زیاد نمودن خواجگی های کشاورزی و یا خواجگی های فرمری بسیار ساحه در سوخ بسا کوشش بزرگ کرده می شود. مقصد از این بلند برداشتن صفت محصولات ها و البته وسیع کردن اقدار صادراتی، یعنی بالا برداشتن صلاحیت اکسپورتی ناحیه به حساب می رود. در خواجگی فرمری بسیار ساحه علی بوی که در حدود جمع شهروندان محله صاحب کار جایگیر است، در موضوع بلند برداشتن اقدار صادراتی ناحیه با اشتراک نمایندگان ساحه کشاورزی مشورت عملی تشکیل کرده شد. در رفت مشورت تاکید گردید که در استحصال محصولات صادراتی یعنی اکسپورت شونده پیش از همه به صفت آن اهمیت دادن شرطی ضروری است. دایر به بلند برداشتن صفت محصولات ها کارمندان شعبه قرنطین و حفظ رسانی ها و نظارت فیتوسانیتاری ناحیه که در سمینار اشتراک داشتند با نمایندگان ساحه مسئلات خویی ضروری دادند. برای اکسپورت کردن یکی سرتیفیکات گرفتن لازم است. سرتیفیکات هر یک تدبیرکار اکو خودش درآمده با سایت قرنطین نقطه اوز درآمده و کارخانه اوسملردن حمایت قلش قرنطین خبرنامه داده می شود. دیما بعد از خبرنامه به ما اومده رسیدن، ما خبرنامه را قبول میکنیم و به آنها ایچکی سرتیفیکات داده می شود. در اساس همین ایچکی سرتیفیکات دیما مسئولات خواجگی قشلاق به دیگر شهر مملکت ها اکسپورت کرده می شود. امروز ازبکستان در میقیاس جهان با همین 40 تا مملکت هایی که دولت هایی که گیلاس اکسپورت میکنند با همون قطار داخل شده استوده است. و فکر شما امروز محصولات های نوحه سوخ به طلب اکسپورت جواب میتونه یا نه؟ البته من امروز ما در خواجگی فرمری علی بوی دیده برآمدیم که گیلاس این فرمر به طلب جواب میدهد، از نظارت گذرانیدیم، خدا خواهد به این کس ما ایچکی سرتیفیکات میدهیم و به اکسپورت رخ شده میشود. کیوی مکه منم کیوی شما بگنم این کیوی مینون ده بخشان شکو این جدا خونه گده این. در رفتی مشورت اشتراکداران تدبیر به فعالیت این خواجگی از نزدیک شناس شدند. خواجگی فرمری بسیار زاهی علی بای اساساً به باغداری تخصص یافته است که میدان عمومی زمین خواجگی مذکور قریب 13 هکتار را تشکیل می دهد. در میدان باغهای خواجگی اساساً میوه های زردالو و گیلاس پرورش کرده می شود. الحال اهل خواجگی گیلاس اکسپورت کرده استادند. بغیر از این در خواجگی برای پرورش میوه های سیتروسی گرمخانه ها تشکیل کرده شدند. از اینکوباتور مخصوص خواجگی سالی از 3500 تا 3800 سر چوجه گرفته می شود و این نیز به بازار برآورده شده استفاده است. در خواجگی فرمری استحصال و کارکرد میوه و سبزیجات استحصال عسل نیز به راه مانده شده است. 12 نفر امروز در خواجگی با جای کار دائمی تامین کرده شدند. در خواجگی فرمر ما غیر از محصول بادارچگی، چوروا، پرندچگی و تپلیسه جوری کرده شده که از همه سواهات در اومد گرفته شده ما زیر. من حوازه من در صاحب بازارش من یکم مسئول باغ گیلاس من برای الجسه سرشون من اکسپورتیور اومده من امروز جمع کنه حاصل رو سر کردن. برای اکسپورت رواج دادن پیش از من مسئول اکسپورت با سه سال کردن دکو. برای فیرمی رو مابسی باشد فیرمی رو مسئول شده من علم رو آموخته اساسی تکنولوژی زمان حاضر رو آموخته شده مسئول بازار جهان طلب میکردی سه سال کرد تانسانشون لازم. یکمین دویم اکسپورتیور های تایور که بکردن کار که با عدالتانه
با همون فرمی رو شرطنامه کرده استفاده در اساس شرطنامه محصولات استفاده کردن و جاری کردن در کار. در رفتی مشوره دایر به طرز نگاهابی و پرورش محصولات ها از جانب متخصصان به کشاورزان مسئله های ضروری داده شدند. از جمله درباره چاره و تدبیرهای ضروری دایر به پیشگیری کسل های محصولات کشاورزی معلوماتی کافی داده شد. وای میشد. انا بورون بوردن باز انا این حشرات انا هنم حشرات کو انا همینجا تخم میموندن این انا تخم جوی پوشن تخم میمرد این سراز خاک میمرد بعد از تخموندن باز میمرد مردن باز انی هو سن اوج میگرد اوج گتا این هو سراز خوده سیجدا پوسلوق میگرد این باند میگرد اونجا حیات میبرد اولا که بور بوزن بینید اگر بوزن زنده میشد اگر انا همه دوریا مثلا انا دوروش مرا اینجا گفت که کاربافوز خلرافوز میدافوز نیترافوز انا همه زنات این با مالدان چی به گفت که اگر انا همه کورا کنات انا دو نمیشد. در نهایت ما امروز فعالیت 11 عدد خواجگی فرمری بسیار ساحه به راه مانده شده است. دهقانان و کشاورزان ما هم قدم زمان فعالیت میبرند و پیوسته برای استحصال محصولات لایق اکسپورت و به بازارهای جهانی برآوردن محصولات خوش صفتی کشاورزی در حرکتند. ورزشگران مکتب ورزشی ناحیه سوخ در مسابقه ورزشی از روی بوکس جایهای نمایان را اشغال کرده با سر بلند به ناحیه برگشتند. آنها را در گذرگاه گمرکی چشمه رهبران سکتورهای ناحیه پیشواز گرفتند. ادامه موضوع در گزارش مخبرمان اسد بیگ سید احمدتاو. 13 نفر بوکسچیان جوان ساکن محله حضرت علی ناحیه سوخ در مسابقه بوکس که در ولایت اندیجان برای جام پرکرار برگزار شد صاحب مدال های طلا، نقره و برنجی گردیدند. غالبان مسابقه را در گذرگاه چشمه راهبران سکتورها و نمایندگان حکومت ناحیه سوخ تنتناک پیشواز گرفتند. مسئولان از موفقیت بوکسچیان خرسندی کلان بیان کرده با آنها آرزو نمودند که آینده در چمپیونات جهان و اسپارتاکیاد غالب برآیند. همه شاگردان اسد بیگ رحیمجان که ساکن محله حضرت علی محسوب می شود و در مکتب ورزشی ناحیه سوخ کار و فعالیت می برد، چون در بالا گفتیم در مسابقه جمهوریوی شرکت ورزیده سزاوار جایهای یکم، دویم و سیوم گردیدند. در بین آنها امیرخان تورایف در وزن 32 کیلوگرم مدال طلا به دست آورده به منبر غلبه برآمد. آن در مسابقه بوکس در ولایت اندیجان جای یکم را اشغال نمودم. با استادم رحیم جانم اسدبی تشکر می نمایم. به مبالغه گفتم ممکن است که این نتیجه توجه به این نمود سپورت در ناحیه سوخ می باشد. چمپیون ها را توسط ماشین های مخصوص در مرکز ناحیه سوخ دور زنانده بعد به مکتب رقمی پنجم رفتند و در آنجا اهل محل ورزشگرانی جوان را تنتناک پیشواز گرفته به این موفقیت تبریک نمودند. فرزندان با شادی خرسندی با کفکوبه ها قبول کرده گرفتیم. البته فرزندان از این خرسند ما از نام جمعی شرانان حضرت علی با ماموریت مکتب سپورتی ناحیه تشکر خش اظهار میکنیم. همه فرزندان ما باز اوبلاستاندا ولایتاندا رسپولیکا ها برآمد کرده جوه اول اشغال کنند، بیرق ازبکستان را با آسمان بردارند. واقعا هم بوکس یک نمود مرکب ورزش است که نه تنها قوت و زحمت جسمانی بلکه تاکتیکا و استراتژی را نیز طلب میکند. توجه به این نمود ورزش سالهای اخیر ازبکستان را به یکی از کشورهای اعتراف شده بوکس تبدیل داد. ورزشکاران جوان ناحیه سوخ نیز سالهای اخیر به موفقیت های زیاد نائل شده استادند. متن سرود فرغانه تانگ آت کنچکه در تاجیکی فرغانه تا صبح میگویند از طرف یکی از شاعر خزینی نوشته شده است و در تاریخ پیدایش این شعر با یکی از واقعه های دوری ضبط حقوق لطیف از جانب حکومت مستبد راست می آید. موضوع را مخبرمان جهانگیر صابیرف دوام می دهد. غزل فرغانه تانگ آت کنچه یعنی فرغانه تاسوپ زیاودین خزینه که به سرود تبدیل یافته و ورد زبان مردم گردیده است تاریخ به خود خواست دارد. گفته می شود که جنرال استلاگر روس کوبیلف که پس از برهم زدن خانگری قوقن در فرغانه امروزه مسکن گرفت می دانست که هرچی زودتر مردم را از معنویت محروم کردن به نفع حکومت مستبد است، یعنی به خود تابع کردن آسان می گردد. بنابراین او زیایان کشور را که در میان آنها زیاودین خزینه هم بود دعوت میکند. در نزد مهمانان محله صنعتکاران نیمبرهنه حکومت مستبد هنرنمایی میکنند. زیایان برای آنکه چشمانشان آلیده
زیاییان برای آنکه چشمانشان آلوده گناه نشود تا انجام نمایش به زمین می نگرند و جنرال خشمگین در غضب شده فرمان می دهد که زیاییان تا صبح فرغانه را ترک کنند. می گویند که خزینه در راه بازگشت غزل فرغانه تا صبح را نوشته است. اسلوبلاری دیوانه مشرب اسلوبلاری یقین فرغانه تانگ اتکنچه غزلان آخرگی مصرلرده نیلیکی علاجم یک هر گوشه در یغلر من اینده آشقده تا مشوقسن و سالگی یتگنگچه خیر ده بوسن کچه مه کندز مه چلده مه کلده مه خیر ده بوسلنم انا مشوقسن اشقده اینده آشق یغلیده یعنی الله تعالیانه و سالگی یتنمگرلگلردن هر گوشه در یغلر من تار اولده هزینیگه فرغانه تان آتنیچه من او یرده فرغانه ده یشب اتگرلگلر اوچین یر یوزنه من آسده کلرده. خزینه یکی از نمایندگان بزرگ تعلیمات تصوف بوده و در زمان زندگی و ایجاد کرده است که شمشیر دشمن در سری وطن دور می‌زد. بسیاری از آثار و غزلهای او در قلب مردم جای گرفتند. در سالهای استقلالیت توجه به فعالیت و شخصیت ضیاءالدین خزینه زیاد شد. جایهایی که او زندگی و ایجاد کرده است و یا به او وابسته بود به حالت آباد آورده شده است. امروزها در اوچکوپریک موضع و مسکن‌های زیادی هستند که خزینه را به یاد می‌آورند و از تاریخ حکایت می‌کنند و حتی درختان. مثلا این ارچکی گویا تقریبا 300 سال دارد و به نظر گویا خشک نمودار می شود اما می سبزد. این درخت در مجمع مقبره ضیاءالدین خزینه که با تشبث پرزیدنت در دهه کتا کنگس برقرار کرده شده است جای گرفته است. خزینه محله است یشیمیز بیز خزینه بوا بلن بابالارمیز کتا شرمان بوا رئیس بوا شاگرد بولشان تنبر چالش ولارنی تنبر سازلارنی یاساش مقاملار فارانه تاشکن مقام یوللارنی کشیدن ارگانش کن تاریخ نیست کن مز کشیم شو تنبر ساز دو تار ساز لرنه چالب مقام لرده اجرا این ده حالا اون سو منش فرمان تا هات کنچه انشل لرسانیم دستل اوز لره اجرا خلش کن دیگن گپ لرده بس نیست کن مز بخشیده به یاد بودی خزینه کنفرانس ها و چاربینه های گوناگون شعرخوانی تشکیل کرده می شوند و کنفرانس نوبتی از زیارت مقبره خزینه آغاز گردید. درباره راه تهیه کرده این نماینده برجسته فضیلت های خوبی او سخن کردند و گفتند که میراث معنوی خزینه واقعا هم در تربیه اولاد از هر جهت سالم و وطن دوست نقش بسا مهم می بازد. تماشابینان عزیز، بخش خبری پیام راز دوام دارد. حالا شرح مختصری خبرهای مهمترین کشور و جهان را به شما میرسانیم. توجه کنید. پرزیدنت جمهوری ازبکستان شوکت مرزیویف یک جای با رفیقش با سفر رسمی به ترکیه آمد. در فرودگاه اسنباغ پایتخت سرور دولت ما را نایب پرزیدنت ترکیه جویدت یلماز و دیگر شخصان رسمی پیشواز گرفتند. فردا نشست سیومی شورای همکاری های استراتژی سطح بلند تحت ریاست رهبران دو کشور برگزار می‌گردد. در چهارچوب مذاکرات مسئله های عمیق‌سازی مناسبات های همه‌جانبه شریکی استراتژی ازبکستان و ترکیه، گسترش همکاری ها در ساحه های سیاسی، تجارتی، اقتصادی، سرمایه گذاری، نقلیات و کمونیکاسیا، معارف و فرهنگی و گومانیتری مفصل بررسی خواهند شد. طبق برنامه همچنین برگزاری این نخستین نشست مشترک با رهبران کارخانه و شرکت های با نفوذ دو کشور در نظر است. از سال 2016 هم شماره مهاجران کاری از ازبکستان در روسیه قریب 4 برابر کم شد. به گفته کاتب مطبوعات پرزیدنت شهرزاد اسدوف تا سال 2016 هم تقریبا از 4 تا 6 میلیون مهاجران ازبکستانی در روسیه کار میکردند. عین زمان این نشان دهنده تا 1 میلیون نفر پایین رفته است. به نظر اسدوف این حالت با آن شرط داده میشود که اصلاحات اقتصادی در جمهوری پرثمر جریان دارد. به گونه مثال او ذکر کرده است که در ازبکستان کارفرمایان برای با کار تامین کردن مهاجرانی که از روسیه برمیگردند سوبسیدیه یعنی کمک پولی میگیرند. در دایره سفر سطح عالی پرزیدنت جمهوری ازبکستان به جمهوری ترکیه وزیر تحصیلات علم و اینوواسیا کنگرات بای شریفوف را رئیس شورای تحصیلات عالی ترکیه ایرال آزور به حضور پذیرفت. در واخوری آید به سمت‌های کنونی و دورنمای همکاری های دو جانبه تبادل افکار صورت گرفت. رئیس شورای تحصیلات عالی ترکیه ایرال آزور گفت که امسال برای دانشجویان ازبکستانی برای تحصیل در دکترانتورای دانشگاه های ترکیه استیپندیا تأسیس داده می‌شود.
طبق معلومات ریا نوست روز 6 ایون در شهر کیمروی روسیه ترامواي با سرعت بلند گردش کرده درهای اونگ شده ماندند و چند نفر از در بیرون شدند. در نتیجه ترامواي یکم رفته به ترامواي دوم برخورده، یک قسم آدمان در زیر غلدرک ماشین، یک قسم آنها در داخل زخم می‌بردارند. در عاقبت حادثه 50 نفر زخم برداشته، از آن 40 نفر در شفاخانه خوابانیده شده است. احوال 3 نفر وزنین است. معلوم می‌گردد که ترمز ترامواي از کار برآمده، حادثه ناخوش راه روی داده است. از روی حالت مذکور موافق کدکس جنایی روسیه به ماده 238 قسم ا به طلبات حیات و سلامتی استعمالچی جوابگو نبودن خدمت رسانی پرونده یعنی کار جنایی باش شده است. حالا کارهای تفتیشاتی دوام دارد. سبب های آن را می آموزند. بر اثر برخورد یک قطاره مسافر بر و یک قطاره بارکش در شهر پردوبیسی مرکزی چخیا دستکم 4 نفر هلاک و 10 نفر زخمی شدند. در این باره پرتل خبری ایدنس با تکیه به خدمات اضطراری خبر داده است. به گفته او وضع برخی از آسیب دیدگان وزین است. در جای حادثه کارهای جستجوی نجادهی ادامه دارند. 36 بریگاد آتش نشانی و یک چرخبال جلب شدند. خبر می دهند رسانه های محلی. شرکت ایلان ماکس بزرگترین سوپر کامپیوتر جهان را در ممفیس امریکا می سازد. در این باره تد تاونسند رهبر پلاته سودای بزرگ ممفیس به شبکه خبری وره گفت: من با خوشنودی اعلام می کنم که این شرکت بزرگترین سوپر کامپیوتر را که در جهان به حساب می رود در ممفیس جایگیر خواهد کرد. گفت او: تصور کنید که قدرت کامپیوتری برای فرستادن آدمان به مریخ لازم است، آنها در ممفیس روی می دهند. بینندگان عزیز، این بود با خبر و رویدادهای آخرین روز بخش خبری پیامی روزی تلویزیونی ساخت. در همین جا با بخش خبری حسنی انجام بخشیم. خیر سلامت باشید، اما از ما دور نروید، زیرا برنامه های تلویزیونی ساخت دوام دارد.